Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ay Reis, Ali Janaban, Wazir Muhtaram. مایلم با استفاده از این فرصت از دولت و مردم کشور مکزیک به خاطر مهمان نوازی های صمیمانه و گرمشان تشکر نمایم و همچنین از تلاش های خستگی ناپذیر دبیرخانه راهبرد بین المللی کاهش سوانه سازمان ملل UNISDR برای آماده سازی و تهیه اسناد و مدارکی که بدون تردید نقطه عطفی در تقویت همکاری های منطقه‌ای برای کاهش و مدیریت خطرپذیری سوانه خواهد بود قدردانی نمایم. این جانب به عنوان نماینده کشوری که همواره در طول تاریخ در معرض سوانه طبیعی متعددی قرار داشته است برای این کنفرانس آرزوی موفقیت نمایم. آقای رئیس، بسیار خوشبختم که می‌بینم بعد از گذشت 2 سال از سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیری سوانه در سندای ژاپن قدم‌های بزرگی در حمایت از اجرای چارچوب سندای و تقویت سیستم UNISDR برداشته می‌شود. ما هم‌اکنون در آغاز عصر جدید و نویدبخشی قرار داریم که موضوع مهم کاهش خطرپذیری سوانه در جهان را سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است. امید است این تلاش ها و مذاکرات سازنده بین المللی به نتایج عینی و ملموس در این زمینه منجر گردد. بر کسی پوشیده نیست که آثار نامطلوب سوانه به نحو فراینده ای جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است. از این رو وظیفه سنگینی بر عهده ماست تا برای این مسائل چاره‌اندیشی نماییم و چارچوب سندای به عنوان یک تجربه جهانی میتواند فرصت مناسبی در این زمینه به وجود آورد. جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که بلافاصله بعد از کنفرانس جهانی سندای اقدام به ترجمه چارچوب سندای به زبان فارسی نمود، زبانی که بیش از 100 میلیون نفر در ایران و کشورهای همسایه با آن تکلم می‌کنند. این چارچوب طی مراسم باشکوهی در جریان برگزاری سومین کنفرانس ملی مدیریت سوانه که در تاریخ 25 و 26 نوامبر 2015 در تهران برگزار گردید، در بالاترین سطح سیاسی توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و جمع کثیری از مقامات بلندپایه رونمایی شود و سپس در سطح گسترده‌ای توضیح و بستانداران سراسر کشور ابلاغ گردد. هم‌اکنون دبیرخانه مجمع ملی کاهش خطرپذیری سوانه جمهوری اسلامی ایران با اصلاح و تغییرات جدی در ساختار نسبت به دبیرخانه چارچوب اقدام هیوگو مشغول فعالیت بوده و یک کمیته راهبری برای تسهیل روند اجرای این چارچوب تشکیل و نظامنامه و ساختار آن تهیه گردیده است. بر این اساس نقشه راه علم و فناوری به عنوان ابزاری برای اجرای چارچوب تهیه و اقدامات مناسبی در ادامه فعالیت ها طی 2 سال اخیر صورت گرفته است. در اینجا اجازه می خواهم به فهرستی از نکات مهم در ارتباط با فعالیت های به عمل آمده اشاره ای داشته باشم. دبیرخانه مجمع ملی کاهش خطرپذیری سوانه جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل و تجهیز توانسته است با ایجاد هماهنگی در میان نهادهای زیربط اجرایی
و دستگاه‌های علمی و تحقیقاتی کشور در سطوح ملی و محلی زمینه مناسبی را به منظور اجرای نمودن چارچوب سندای در کشور فراهم نماید. مقامات UNISDR نیز از این موضوع آگاه بوده و پیام تبریک آقای رابرت گلاسر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت ایجاد این دبیرخانه گواه بر این موضوع می باشد. آنچه که به دنبال تشکیل این دبیرخانه قابل مشاهده است، سازماندهی و ایجاد یک چارچوب برای اجرای برنامه‌ها با ترسیم یک نقشه راه برای فعالیت‌های آینده مجمع ملی است که این امر نیز با پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور و با اراده و مشارکت جامعه علمی کشور در حال پیگیری است که خوشبختانه این موضوع با استقبال ذینفعان و تشویق بیشتر برای استمرار بخشیدن فعالیت‌ها و به کارگیری توان علمی کشور در دستیابی به 7 هدف تعیین شده در چارچوب سندای همراه شده است. تشویق سایر بخش‌ها به همکاری در زمینه فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ دیدگاه‌های چارچوب سندای در برنامه‌های کاهش خطرپذیری سوانه از رویکردهایی است که دبیرخانه برای تضمین مشارکت هرچه مطلوب‌تر از این افغان به آن دنبال می‌کند. از آنجا که موضوع مدیریت بحران یک موضوع بین بخشی است و جهت تحقق اهداف آن نیاز به همکاری کلیه ذینفعان دارد، دبیرخانه مجمع با اتخاذ تدابیر لازم یک کمیته راهبردی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی کشور را به عنوان تسهیلگر در ساختار تشکیلاتی مجمع مشخص نموده است. ساختار اجرایی دبیرخانه مجمع ساختار اجرایی دبیرخانه مجمع ملی با نظرخواهی از دستگاه‌های علمی، تحقیقاتی، اجرایی، کارگروه‌های تخصصی، سازمان مدیریت بحران کشور، استانداری‌ها و نظرات اعلام شده در جلسات متشکله به صورت نسخه نهایی آماده و جهت تصویب به شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور ارسال شده است. اولویت‌های اقدام توسط مجمع و با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های کشور در قالب یک برنامه 2 ساله و بر اساس 4 اولویت تعیین شده در چارچوب سندای تهیه گردیده و قرار است توسط تمامی دستگاه‌های زیربط و پایش و ارزیابی سازمان مدیریت بحران کشور اجرایی گردد. در این برنامه شرایط پایه و کنونی کشور در ارتباط با وظایف هر دستگاه تهیه گردیده تا طبق آن روند پیشرفت کارها بر اساس خط مبنا و تعریف شاخصها قابل اندازه‌گیری باشد. آقای رئیس، جمهوری اسلامی ایران در طول 2 دهه گذشته خسارت و تلفات زیادی به واسطه رخداد زلزله، سیل، خشکسالی طولانی مدت، پدیده نوظهور ریزگردها و سایر مخاطرات طبیعی تجربه نموده است. خشکسالی و پدیده نوظهور ریزگردها حدود 1 دهه است که به دلیل مشکلاتی همچون کمبود منابع آب در منطقه و کاهش حقابه‌های مرزی تشدید شده و استمرار این پدیده خسارت جبران ناپذیر را در بخش‌های فعال اقتصادی به خصوص در حوزه کشاورزی، مهاجرت و سلامت به مردم تحمیل نموده و لازم است در یک اقدام منطقه‌ای با همکاری و هماهنگی کشورهای درگیر راه حل‌های لازم چاره‌اندیشی گردد. آقای رئیس، در خاتمه انتظار می‌رود همانطوری که در چارچوب سندای بخشی تحت عنوان همکاری‌های بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است،
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی زینف نیز با حمایت و پشتیبانی از اقدامات کشورهای در حال پیشرفت به نحوی جدیتری ایفای نقش نماید. در عصری که کاهش مرگ و میر، تخریب و آسیب در سوانح به عنوان شاخص رشد و توسعه کشورها محسوب می‌گردد، اعتقاد راسخ دارم که گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند گام مؤثر در جهت رشد و توسعه جوامع محسوب گردد. از توجه شما بسیار سپاسگزارم و عذرخواهم. موافقم.